مردوان روز به اینجا به ما پیوسته، نه اینکه قبل از این حمله به بیمارستان وضعیت بهتر بود، ولی این تشنجی که الان در کل منطقه است به جای بی سابقه رسیده. خاورمیانه فکر میکنم یکی از بحرانی ترین دوره‌های خودش رو در طول قرون داره به نظر من میگذرونه، به خاطر اینکه الان درست ما در وضعیتی هستیم که اگر تدبیری عاقلانه وجود داشته باشه ممکنه که نمیتونیم بگیم همه جنگ ها تموم خواهد شد، ولی میتونیم بگیم جنگ ها کنترل شده خواهد بود. اما اگر تدبیر از طرفی وجود نداشته باشه، واقعیت اینه که روزهای سختی پیش رو خواهد بود. درست در لحظاتی که ما با داریم حرف میزنیم با هم دیگه به سفارت های اسرائیل در کشورهای مختلف داره حمله میشه. به هر حال متاسفانه خطرش رو همیشه در هر دو طرف شهروندان میدن. حالا شهروندان یهودی هم درگیر خواهند شد، بدون اینکه اصلا درگیر این ماجرا بودن یا در جریان چیزی باشن. از طرفی اسرائیل میگه مقصر خود حماس هستش، حماس میگه موشک اسرائیلی بوده و این جنگ هم به هر حال به لحاظ کلامی درگیر و در نهایتش این هستش که با شرایط موجود وضعیت فعلی به هیچ وجه، به رغم اینکه دولت‌های مثل امریکا تلاش داشت با حضور نظامی در منطقه وضعیت رو ببره به سمت اینکه دست کم آرام‌تر باشه این جنگ، یعنی هدفمندتر این جنگ به نتیجه برسه. حالا من فکر می‌کنم حداقل آقای بایدن فردا بعد از اینکه وارد میشه اینجا خیلی جدی باید وقت بذاره برای اینکه راه تازه‌ای رو پیدا کنه که واقعاً این جنگ بین حماس و اسرائیل باقی بمونه، چون این مهمترین اتفاق است که هم میتونه به نفع اسرائیل باشه حتی جنگش، و هم میتونه به نفع جهان عرب باشه. اگر این جنگ به هر شکلی تغییر وضعیت بده قطعا تبعات و مشکلات خودش رو خواهد داشت، و از طرفی هم یک چیز رو ما نباید فراموش بکنیم، یک بازیگر در این ماجرا در هر حالتی به نظر میرسه ترجیح میده برنده بازی باشه و اونم جمهوری اسلامی است. یعنی جمهوری اسلامی سیاستاش در طول چند روز گذشته اگر دقت کنیم کاملا به اشکال مختلف تغییر کرده. حالا ما با لایه زیرینش رو صحبت نمی کنیم، لایه روین کاملا موزگیری ها عوض شده. در یک جایی در ابتدای کار علی خامنه‌ای مدافع هر رو عملیات علیه اسرائیل، وقتی فشار زیاد میشه میگه ما نقشی درش نداشتیم، دوباره باز برمیگرده میگه جهان اسلام و خود نیروهای در واقع امثال مثلا گردانهای زدین قسام یا چه و چه آماده هستن که اگه بیشتر کشته بشن اونا وارد بشن، دوباره انکار میکنه. اما من تصور میکنم در شرایط موجود اجماع عقلا در هر طرفی که فکر میکنن، من فکر میکنم وقتی نسلش کسا عربستان سعودی هم وارد بازی در این کارزار وارد جدیتر وارد بازی بشه، اشاره ترکیه بوده پیش از این که مذاکراتی رو برای آزادی گروگان‌ها داره میکنه، حماس پیامی داده که ما اصلا مطمئن نیستیم چقدر درسته، همونجوری که خیلی چیز الان تو این جنگ نمیدونیم چقدر درسته، ولی حماس هم پیام داده که اگر بمباران نکنید ما حاضریم آزاد بکنیم. من فکر میکنم توقع رو باید بر این گذاشت، اگر مسیر به سمت این بره که کنترل شده باشه تمام این اتفاقات و راهی پیدا بشه که غیر نظامیان خسارت کمتری ببینن، من فکر میکنم این آینده بسیار لرزان حداقل ممکنه که در این وضعیت پایدارتری باقی بمونه. اینو اشاره بکنم که همین دقایق پیش یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در اکس یا همون توییتر سابق پیامی منتشر کرده و انگلیسی مثلا بکنم همزمان فارسیش رو بگم، میگه که حماس و گروه جهاد اسلامی فلسطین گروه های تروریستی هستند که هیچ ارزشی برای جان انسان قائل نیستند. اونها امشب صدها نفر از غیر نظامیان رو در بیمارستانی در غزه با راکت های خودشون کشتن. میگه که اونها راکت ها رو به سمت غیر نظامیان شلیک کردن، اونها داعش هستن. این در واقع در تایید همین کلیپ هایی هستش که در شبکه‌های اجتماعی اسرائیلی الان داره دست به دست میشه که نشون میده یک راکتی میره به سمت بالا و برمیگرده. دفعه اولم نیست البته، این دفعه اولم نیست، ولی خب سوال زیاد این بودش که این راکت های حماس معمولا کوچک هستن، چطور هستش که ممکنه بیمارستان رو منهدم کرده باشه؟ گمان زنی وجود داره که راکت جهاد اسلامی بوده که به سمت حیفا داشته میرفته، چون فاصله بیشتری داره، سوخت بیشتری هم داره. البته این روایت های دو طرف هست، البته میدونیم واقعیت هم همینه. من فکر میکنم الان شاید اگه بخوایم نگاه کنیم بعد یک تصویر اسکرین شاتی هم منتشر شده در فضای مجازی داره، برای اینکه نیروهای جهاد اسلامی اشاره کردن که موشک بسیار پرقدرتی رو قرار هستش که تا دقایق دیگه به سمت حیفا شلیک بکنه. مزارن موشک شلیک نشده، اما اینکه آیا موشک چطور برگشته و آیا برها گمان زنی وجود داشته، برای اینکه حماس از بیمارستان ها از مراکز فرهنگی از مدارس به عنوان زیر اونها رو به عنوان زاغم مهمات استفاده میکنه، چون تصورش هست که به هر حال اسرائیلیا نخواهند زد اونها. از یک طرفی هم این وجود داره که
به هر صورتی البته بذارید من فقط دارم نظرمو میگم، اصلا نمیتونم جهت کسی رو بگم، ولی اینو باید فراموش نکنیم اوغلایی که در الان در دولت اسرائیل نشستن در دولت ائتلافی و دارن برنامه‌ریزی میکنن، حتی دارن ارزیابی میکنن که این جنگی که الان روس‌هاست نیروهاشون پشت دروازه ها پشت مرز مستهلک داره میشه میمونه و میدونن چه هزینه سنگینی هم داره براشون، برای شما نیروی که وقتی پشت مرز نگه میداری آماده دیگه، نه تو خوابگاه، نه تو وضعیت عادی، نه توی روابط عادی اجتماعی، اون در یک وضعیتی است که کاملا مستهلک میشه اگه زیاد نگه داری. اما اگه دقت کنی نگه میداره یعنی اینکه به هر حال در این دولت گروهی دارن تصمیم میگیرن که ارزیابی کنن با کمترین هزینه بخوان وارد جنگ بشن. حتی امروز سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که شاید ما شگردمون عوض کنیم، شاید اصلا وارد خاک نخواهیم بشیم، یا شاید روش دیگه رو دست بگیرید. بعید به نظرم میاد با توجه که موشک‌های اسرائیل چون نقطه زن هستش و اصولا بر اساس به عکس راکت‌های حماس هستش که 2000 تا شلیک میکنن 10 تاش رد شد و هر جا خورد یعنی خورده، من فکر میکنم یک مقداری باید به این مسئله توجه کرد که بعید به نظر میرسه دولت اسرائیل دور سر آستانه ورود جو بایدن به این کشور مذاکرات با دولت‌های منطقه، مذاکرات آنتونی بلینکن، آمدن اولاف شولتز اینجا، دیگران و همه اینها الان کاری رو بکنه که این کار خیلی پرهزینه است. میدونید میگم من مطمئن نیستم این نتیجه تحقیقات باید باشه، ولی میگم چنین دکمه رو کسی اگه بخواد فشار بده خیلی چیزا رو میتونه فکر بکنه، کما که ما همین روزها هم داریم میبینیم در سه عملیات در سه روز گذشته محل استقرار خانواده اسماعیل هنیه رو زده، یکی از فرماندهان ارشد گردانهای عزالدین قسام رو زده، یکی دیگرشون یکی از مسئول عملیاتی که چند کیبوتس اینجا حمله کرده و برنامه‌ریزی کرده رو زده. پس این نشون میده اسرائیل توانایی نقطه زنی رو داره. حالا من سوالم اینه این اسرائیلی که چنین توانی داره واقعا یه خورده سخت فکر کنیم چرا بخواد بیمارستان بزنه. میدونیم میگم من فقط تصورمو دارم، طبیعتاً اصلا تایید نمیتونم بکنم، من میفهمم طبیعتاً بعد مون دادید که نهادهای بین‌المللی تحقیقاتشون به کجا میرسه. همین الان فدراسیون روسیه و امارات متحده عربی خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل شدن، طبیعتاً نیم نگاهی هم به نیویورک داریم ببینیم این جلسه کی برگزار میشه. ممنونم از تو اردوان روز به همکارم اینجا در اورشلیم. بیننده پوشش ویژه 24 هستید از ایران اینترنشنال از جنگ اسرائیل و حماس.